دانش آموزان مسلمان نیویورک با تجمع مقابل ساختمان شهرداری این شهر خواستار تهیه وعده های غذایی حلال در مدارس عمومی شدند. در این تجمع روحانیون و علمای مذهبی مسلمان و سایر ادیان و همچنین تعدادی از مسئولین شهر نیویورک نیز حضور داشتند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اباوت اسلام، دیوید ویپرین یکی از نمایندگان مجلس قانونگذاری در نیویورک که در این تجمع حضور داشت گفت هزینه تهیه غذایی که تمام دانش آموزان قادر به خوردن آن باشند در مقابل هزینه فقدان وعده غذایی سالم برای دانش آموزان ناچیز است به یفزود نیویورک شهری با تنوع جمعیتی و سیستم آموزشی متنوع می باشد و من فکر می کنم الان زمان آن رسیده که در این مسیر قدم بگذاریم در این گرد همایی دانش آموزان نیز نگرانی هایشان را درباره مشکلات ناشی از فراهم نشدن وعده های غذایی حلال ابراز کردند. در پی این گرد همایی آستین فینان سخنگوی شهرداری با انتشار بیانیه‌ای وعده تغییر سیستم غذایی در مدارس دولتی را داد و گفت ما در حال بررسی لایحه‌ای برای رسیدگی به نیازهای تغذیه‌ای دانش آموزان از جمله قرار دادن غذاهای گیاهی در برنامه غذایی آنان هستیم.